وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدار با خواجه آصف همتای پاکستانیش در واشنگتن میگوید که پاکستان یک شریک قابل اطمینان آمریکاست و در همه سطوح کار خواهد کرد تا روابطش را با اسلام آباد تقویت کند. رکس تیلرسن میافزاید که پاکستان نه تنها در قضیه افغانستان مهم است، بل به گفته وی نقش اساسی را در منطقه دارد. ما درباره آینده حکومت پاکستان نیز نگرانی هایی داریم. می خواهیم که حکومت این کشور با ثبات و صلح آمیز باشد. بسیاری از مشکلات داخلی پاکستان برای ما نیز قابل نگرانی هستند. از همین رو فکر می کنم که این فرصتی برای ماست تا روابطمان را مستحکم تر بسازیم. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در نشست سام در کابل اظهار امیدواری می کند که راهبرد تازه ترامپ برای جنوب آسیا برای تامین صلح در افغانستان اثرگذار باشد. اعلام اخیر پالیسی از سوی کشورهای کلیدی به شمول امریکا، چین و شمولیت همسایه های افغانستان و آسیای میانه برای آوردن صلح و ساختن آینده روشن فضای سیاسی را باز کرده است. اما می دانیم که صلح پایدار به چیزهای بیشتری از توافقهای سیاسی نیاز دارد. در همین حال آگاهان امور سیاسی میگویند هر آن زمانی که آمریکا بر پاکستان فشار می آورد این کشور وقت کشی می کند و روشن نیست که این بار اسلام آباد به کمک صادقانه بر روند صلح آماده خواهد شد یا نه. دست پرونه دانه میشه شکل داری در رالی داشت بزقنی سری خبری وکر پایده چیز سواله داخل همه شکل دی از مر رئیس جمهور 15 پر ارتول اغلی دی پاکستان دید سوار اغلی دی. پس از اعلام راهبرد تازه ترامپ برای جنوب آسیا قرار است، رکس تیلرسن اواخر همین ماه از بهر گفتگو با حکومت پاکستان به این کشور برود.